خب سلام عزیزم، با نام و یاد خدا تو این جلسه از آموزش همونطوری که قبلا هم بهتون گفته بودم میخوایم این مدار رو که خیلی مدار مهم و پایه‌ای است رو با هم دیگه تحلیل بکنیم به روش قانون گره. یعنی به توسط قانون گره میخوایم که توان مقاومت 6 اوم رو به دست بیاریم. توی جلسه قبلی اومدیم از قانون حلقه استفاده کردیم، بهتون گفتم که از قانون‌های دیگه میشه استفاده کرد، بی نهایت روش میشه استفاده کرد. همه روش ها رو من بهتون میگم، فقط این جمله رو بهتون میگم که اگر برای اولین بار هستش که به کانال ما سر میزنین حتما حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید، چون هر روز ما ویدیو داریم. تا آخر امسال هم بالای 400-500 جلسه آموزش میشه. خب قانون گره رو ما قبلا آموزش دادیم، قبلا بهتون گفتیم اصلا قانون گره چی هست، قانون حلقه چی هست. این آموزش رو ببین، بعدش برو آموزش قبلی رو حتما ببین که اشاره برای جا بیفته. ببین ما اینجا رو تو این مدار چند گره داریم؟ یه دونه گره اینجا داریم، با ماژیک سبز بکشم. یه دونه گره اینجا داریم که ولتاژ اینجا رو میذاریم چی؟ V2 رو میذاریم صفر. زمینه دیگه، ولتاژ زمین صفره. اینجاها دیگه گره نداریم، یه دونه گره اینجا داریم. اسمش رو میذارم V1. خب؟ حالا من برای این گره V2 که ولتاژش صفره، هیچی. برای گره 1 که V1 است، یه معادله گره می‌نویسم، یه معادله جریانی. قبلا بهتون گفته بودم که یه نکته رو یادآوری بکنم. قبلا بهتون گفته بودم اگر این یه دونه گره باشه، مثلا یه تعداد جریان بهش وارد بشن، مثلا این جریان I1 وارد بشه، مثلا I2 خارج بشه، خب مثلا I3 خارج بشه، I4 مثلا وارد بشه. دقیقا بهتون گفته بودم که مثل ایستگاه مترو میمونه، تعداد مسافری که وارد یه ایستگاه مترو میشه همون تعداد باید خارج بشن. یعنی شب ساعت 11 شب که دیگه کسی داخل ایستگاه مترو نیست. پس جریان هایی که وارد میشن، یعنی I1 داره وارد میشه به علاوه I4، باید برابر باشه با I2 به علاوه I3. یعنی قانون باید چی باشه؟ حاکم باشه. جریان های ورودی، جریان های ورودی برابر هستن با جریان های خروجی. هر مدار برقی که داشته باشی، الکترونیکی، الکتریکی، هر مداری که داشته باشی با همین روش ساده میتونی تحلیلش کنی. الان نگاه کن من چجوری حلش میکنم. اینجا میگه گره نداریم. خب اینجا فرض میکنیم، خب بذار من این اینجا، خب این جهتش میده به سمت بیرون، درست شد؟ خب ما هر کجا گره میزنیم فرض رو بر این میگیریم که جریان داره از اونجا خارج میشه. این فرضه ها. پس فرض چیه؟ فرض اینه که جریان از گره فرضی V1 خارج می شود. حالا می معادله رو می نویسیم. ببین چی می نویسم؟ معادله. معادله گره. ببین؟ خب اولین جریان، سه تا شاخه داریم دیگه، 1، 2، 3. خب از اینجا جریان داره خارج میشه. این جریانی که از اینجا خارج میشه میشه این ولتاژ منهای این ولتاژ تقسیم بر قانون اوم دیگه، میشه ولتاژ بزرگتر منهای ولتاژ کوچکتر تقسیم بر 6. چرا این ولتاژ بزرگتره؟ چون جریان رو فرض کردیم از این ور داره حرکت میکنه به این ور میاد، پس ولتاژش بزرگتره دیگه. پس میشه V1 منهای C تقسیم بر 6. نگاه کن، V1 منهای C تقسیم بر 6، ولتاژ تقسیم بر مقاومت میشه جریان. به علاوه چی؟ به علاوه V1 منهای 0 تقسیم بر 4. این 0 دیگه نمی نویسیمش. پس V1 منهای 0 تقسیم بر 4. پس V1 منهای این V2 که 0 تقسیم بر 4. درست شد؟ حالا این دوتا جریان داشتن خارج می شدن، جفتش مثبت شد. حالا برابر است با چی؟ این جریان داره وارد میشه. پس دوتا جریانی که خارج میشد با هم دیگه جمع شد، طبق این قانون مساوی میشه با جریانی که داره وارد میشه، مساوی است با 10. به همین سادگی نگاه کن، V1 منش V1 ششم میشه V1 ششم منهای C تقسیم بر 6 میشه 5، به علاوه V1 چهارم مساوی است با 10. درسته؟ خب من 5 رو خط میزنم از اینجا،
اینو میکنم چی؟ به علاوه 5. 10 به علاوه 5. 5 بردمش اون بعد دیگه، درسته؟ خب اینجا مخرج مشترک میگیرم دوستان. از V1 مخرج مشترک بگیر چی میشه؟ 24 بگیر. 24 به 6 4 مرتبه، 24 به 4 6 مرتبه، مساوی است با 15. خب V1 چی میشه؟ 6 و 4 میشه 10، 10 تقسیم بر 24. پس V1 میشه 10 24 هم. خب 10 24 هم به V1 مساوی است با 15. درست شد دوستان؟ خب V1 چی میشه؟ مساوی است با 24 ضرب داره 15 تقسیم بر 10. درست شد؟ خب میشه چند؟ میشه این میشه میشه یک و نیم. میشه من ماشین حساب الان همراه نیست. خب میشه 24 میشه 15، این میشه یک، اینم میشه یک و نیم، درسته؟ میشه 24 ضرب در یک و نیم. من اینجا سریع براتون حساب میکنم. 24 ضرب در یک که میشه 24، 24 ضرب در نیم میشه 12. خب 12 برای 24 میشه 36. حساب کردم براتون. پس چی میشه؟ پس V1 میشه 36 برد. خیلی ساده بدون ماشین حساب، درست شد؟ خب V1 شد 36. خب یعنی ولتاژ اینجا 36. جریانش چی میشه؟ جریانش چی میشه؟ پس جریان چه؟ ما چی رو میخواستیم؟ گفت توان مقاومت 6 او. گفت توان مقاومت 6 او ما به دست بیار. ما 6 او رو به دست میاریم. نگاه کن. خب V1 به دست اومد. حالا جریان مقاومت 6 اوم چی میشه؟ جریان مقاومت 6 اوم چی میشه دوستان؟ میشه V1 چند در اومد؟ 36 منهای 30 تقسیم بر چند؟ 6. میشه 6 تقسیم بر 6 میشه 1 آمپر. جالب شده، 1 آمپر. حالا توانش چی میشه؟ P مساوی است با R ضرب در I به توان 2. R چنده؟ 6. 6 ضرب در 1 به توان 2 میشه 6 وات. به همین سادگی به دست اومد، درسته؟ حالا اگه بخوایم توان مقاومت 4 اوم رو به دست بیاریم چی به دست میاریم دوستان؟ توان مقاومت 4 اوم به من بگید ببینم. توان مقاومت 4 اوم، توان مقاومت 4 اوم میشه چی؟ میشه V1 رو داریم دیگه. V1 چند در اومد؟ V1 در اومد 36 ولت. آره اونم که چنده؟ 4 اوم. توان چی میشه؟ توان 4 اوم رو به دست بیار میشه چی؟ مقاومت اول جریانش از اینجا به دست بیار. آی میشه چی؟ میشه 36 تقسیم بر 4 میشه چی؟ 9 آمپر. درسته؟ جریان میشه ولتاژ تقسیم بر مقاومت. خب حالا توان چی میشه؟ R ضرب در I به توان 2. خب R چنده؟ 4 ضرب در 9، 9 به توان 2 میشه چی؟ 4 ضرب در 9، 9 تا 81 این میشه 320 تا، 8 4 تا 32 تا 320 تا 324 وات. جالب شده، توی آموزش قبلی با قانون حلقه حل کردیم دقیقاً توان این مقاومت در اومد 324 وات. الان با قانون گره حل کردیم دقیقاً به دست اومد 324 وات. اگر دوست داشتین و خوشتون اومد از این تحلیل، یه قلب خوشگل تو قسمت کامنت ها برام بذار و بهم بگو که چه آموزشی دوست داری که من برات بذارم تو زمینه برق، تأسیسات، برق صنعتی، تابلو برق، نقشه خوانی، طراحی مدار فرمان و قدرت. هر آموزشی که مد نظرت هست تو قسمت کامنت ها بگو، تو جلسات بعدی خودم برات میذارم. حالا جلسه بعدی میخوایم بیام در مورد قانون تبدیل منابع جریان به منابع ولتاژ، یعنی من به منبع جریانمو میتونم تو مدار به منبع ولتاژ تبدیل کنم و بالعکس منبع ولتاژ رو میتونم به منبع جریان تبدیل بکنم. این آموزش ها رو همه رو تو همین کانال من بهتون آموزش میدم، به شرطی که حمایت بکنید، سابسکرایب بکنید و بهمون دلداری بدید. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید.